با خبرهایی از تحولات استان الانبار عراق، اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. به گزارش تلویزیون الجزیره، منابع پزشکی در بیمارستان عمومی شهر رمادی گفتند روز گذشته 47 نفر از نظامیان مالکی و شبه نظامیان محلی در تهاجم به شهر رمادی کشته شدند. در همین حال بر اثر توپباران بی هدف مناطق مسکونی رمادی، دو غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. روز یکشنبه نیروهای نظامی مالکی تهاجم سنگینی را به مناطق متعددی در شهر رمادی آغاز کردند، ولی در پایان روز آنها شکست را پذیرا شده تعدادی از تانک‌ها و زرهی‌های نظامیان مالکی منهدم شد. در فلوجه نیز کنترل اتوبان شرق و غرب این شهر در اختیار عشایر مسلح قرار دارد. در تحول دیگر، حامد مطلق عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از مالکی خواست تا به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و ناتوانی نیروهای امنیتی استعفا بدهد. وی علت شکست نیروهای امنیتی را فساد مالی، اخاذی و فرقه‌گرایی به خصوص در برخورد آنها با مناطق کمربندی بغداد و گرمه و فلوجه دانست. نوری مالکی در یک موضع‌گیری جدید اعلام کرد تا زمانی که تمامی شرکای سیاسی او از همه اقداماتش در رمادی حمایت نکنند، هر گونه راه حل سیاسی را رد می کند. سپهبد ستاد حسام الدین الدلیمی از فرماندهان شورای نظامی انقلابیون الانبار به تلویزیون الرافدین گفت نظامیان مالکی روی مناطق آلبوفراج آتشباری انجام می دهند و تلاش می کنند به منطقه حمله کنند، اما نیروهای عشایر مسیر پیشروی آنها را سد کردند. آنها چون نمی توانند به الانبار نفوذ کنند، از فاصله دور آن را مورد آتشباری توپخانه قرار می دهند. شیوخ عشایر در بیانیه خواستار تشکیل کمیته هایی برای حفاظت از عشایر و امکانات خصوصی و عمومی شدند. همچنین از عشایر خواستند در مقابل حملات شبه نظامیان فرقه‌گرا بایستند و ظلم را با هر اسمی که باشد قبول نکنند. یکی از علمای دین از عشایر العامریه گفت ما از طریق رسانه ها اعلام و تکرار میکنیم ما راضی به حمله علیه فلوجه نیستیم و ما کارهای ننگاوری که نوری مالکی انجام داد را محکوم میکنیم. او یک بار ما را به عنوان نیروی پیرو یزید توصیف میکند و خودش را پیرو امام حسین میخواند، اما سرورمان حسین از مالکی و کارهای ننگینش مبراست و هیچگاه امام حسین از کارهای شرم‌آور مالکی راضی نخواهد شد. موضع مالکی و دولتش موضعی شرم‌آور است. تلویزیون CNN در گزارشی از درگیری‌ها در استان الانبار بین عشایر و نیروهای نظامی مالکی گفت این روزها روزهای پرتنشی در استان الانبار است. دو شهر این استان یعنی فلوجه و رمادی مناطقی بودند که ارتش آمریکا با کمک عشایر سنی در سال 2009 شبه نظامیان القاعده را از آن بیرون رانده بودند. شیخ علی حاتم سلیمان رهبر سرشناس که مواضع او خوشایند حکومت بغداد نیست میگوید ارتش وارد شهر شد و عشایر در حال مقاومت در مقابل ارتش و نیروهای وحشی سوات هستند. وضعیت خوب نیست. مالکی می‌خواهد الانبار را منهدم کند. قصد او هدف قرار دادن القاعده نیست، بلکه او همه مردم سنی عراق را هدف قرار داده است. در 4 سال اول آمریکاییان هنوز حضور داشتند و مالکی از نشان دادن همه نیت‌های فرقه‌گرایانه خود که همواره نقطه انگیزش او بوده هراس داشت. او شکست خورده است. وزارت دادگستری مالکی 38 زندانی را روز یکشنبه به دار آویخت. به گفته منابع مطلع، عادل المشهدانی فرمانده نیروهای بیداری در منطقه فضل که از مخالفان سرکوبگری مالکی بود، در میان اعدام شدگان است. این اعدام‌ها به رغم درخواست‌های مکرر عفو بین‌الملل و همچنین تصریح بانکیمون بر توقف اعدام‌ها در جریان سفر اخیرش به بغداد صورت گرفت. امیر الکنانی نماینده پارلمان عراق از فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر از اعطای قطعات زمین به بیش از 60 پارلمانتر طرفدار نوری مالکی
پرده برداشت. وی گفت به منظور جلب حمایت برای دولت 60 پارلمانتر به دلیل رابطه خوب با مالکی و اینکه از نزدیکان و هواداران او هستند به قطعات زمینی که مالکی برای آنها اختصاص داده بود دست یافتند. گزارش‌های موثق رسیده از درون رژیم هاکی است که خامنه‌ای رسماً پرونده کشورهای همسایه ایران به خصوص پرونده عراق را به پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس سپرده و نهادهای حکومتی را به هماهنگی با وی ملزم کرده است. شورای عالی امنیت رژیم کلیه اخبار و گزارش‌ها و پیگیری‌ها در این کشورها را فقط در ارتباط با دفتر قاسم سلیمانی دنبال می‌کند و در دیدارهای رسمی مقامات این کشورها از حاکمیت آخوندی نیز طرف حساب اصلی آنها سرکرده نیروی تروریستی قاسم سلیمانی است. علاوه بر عراق، مسئولیت پرونده کشورهای سوریه و افغانستان در تمامی زمینه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی است و در هماهنگی‌های بین نهادها و سرکردگان رژیم عنوان وی فرمانده سپاه قدس و مسئول پرونده کشورهای همسایه ذکر می‌شود. به گزارش منابع مرتبط با شورای عالی امنیت رژیم و دفتر خامنه‌ای، پاسدار قاسم سلیمانی به دنبال سفری به اقلیم کردستان عراق نسبت به نتایج انتخابات چند ماهه پیش در این اقلیم و تحکیم موقعیت پارتی دموکرات کردستان عراق ابراز نگرانی کرده است.